درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم نزاها و درگیری های درون حکومتی به بالاترین حد خود در طی سی سال گذشته رسیده است سران حاکمیت که هر کدامشان به پشتوانه نیروهای امنیتی مخصوص خودشان دهه همه شریان های حیاتی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور را در اختیار دارند و هر کدامشان صاحب یک امپراتوری افسانه ای می باشند. این روزها با هدف کسب قدرت بیشتر و در اختیار گرفتن کل کشور جنگ و نزاعی همه جانبه را علیه خود آغاز کردند و هر کدامشان هم بقیه را به فساد متهم می کنند. در این نزاعی در اون حاکمیتی چیزی که برای حاکمیت اهمیت ندارد مردم ایران و منافع ملی و آبروی کشور می باشد. هر کدامشان هر ظلم و جنایتی که بخواهند علیه مردم روا میدارند و مردم حتی اجازه و توان اعتراض را هم ندارند جنگی که بین حکومتی ها برقرار است قربانیان زیادی دارد 80 میلیون نفر قربانی این جنگ بی سمر هستند جنگی که با ادامه حیات حاکمیت روز به روز عمیقتر و سهمگینتر می شود. حاکمیت دوز سالار آخوندی از هر امکانی برای قارت سرمایه های مردم ایران استفاده می کند. حتی پایهایترین ترین های زندگی مردم مانند آب، فازلاب و برق قربانی مافیای حاکم هستند. در زمینه فازلاب در استانهای جنوبی از 1400 شهر فقط 300 تایش فازلاب دارند و آب الان یکی از دختقه های مهم مردم است و تأسیسات موجود مستحلک است و کفایت نمی کند. علاوه بر بحران آب، اکنون برق نیز به یک بحران حیاتی تبدیل شده است. از اول خورداد، قطعه های گسترده، طولانی و بدون اطلاع قبلی، زندگی مردم، کار کارخانه ها، درمان در بیمارستان ها و کسب و کارها را دچار توقف و اختلال کرد و حتی بیش از دو هزار دکل مخابراتی را از کار انداخت. رسانه های رژیم از قول متولی زده مدیرعامل توانیر گفتند در زمینه قطع برق تا یک ماه آینده همین بساط است مقامات مربوطه سپس با وقاحت تقصیر را گردن مردم انداختند و تهدید کردند هر استانی بیشتر از سقف تعیین شده برق مصرف کند با قطعی برق باز هم بیشتر روبرو خواهد شد حتی علت قطع برق را استفاده بالای مردم از دستگاه های خنک کننده عنوان کردند که گویا در صده 21 مردم ایران نباید برای مقابله با گرما که در این فصل سال در برخی استانها مانند خوزستان دمای هوا به 46 درجه میرسد از دستگاه های خونک کننده استفاده کنند. اما این بهانه تراشی آنجا بیشتر رسوا می شود که نمیگویند چرا همین قطعی های گسترده ادامه دار و طولانی برق در زمستان 99 هم امان از مردم رو بوده بود. البته جنگ گرک ها و افشای گوشه ای از دزدی باندهای رقیب پرده از علت فاجعه قطع برق بر می دارد. خبرگزاری حکومتی از کمبود عجیب 9000 مگاوات برق در شبکه خبر می‌دهد و سلیمی عضو مجلس ارتجا در حمله به دولت روحانی ضمن اعتراف به قطعی برق مردم و کارخانجات به مدت 5 6 ساعت و بدون اعلان قبلی فاش می‌کند که سالانه 12 درصد رشد مصرف برق داریم اما هیچ سرمایه گذاری در صنعت برق نکردند امری که نشان میدهد این بحران نه تصادفی و نه گذراست بلکه ناشی از نابودی زیر هاست و از این رو ادامه دار خواهد بود از طرفی در حالی که قطع برق زندگی مردم فقر ایران را بیش از پیش مختل کرده قارتگران حاکم برای تأمین هزینه ها و سرکوب خود برق مردم ایران را به چند کشور صادر می کنند تا جایی که از سال 2004 ایران صادرات برق به عراق دارد و در سال 98 شاهد افزایش 120 درصدی رشد خالص صادرات برق بودیم و سیاست صنعت برق توسعه صادرات برق به کشورهای همسایه است. آری، اکنون مردم ایران غرق در مشکلات طاقت فرسای زندگی هر روز با ابرچالش جدیدی مواجه می شوند. مشکلات و چالش هایی که علت اصلی و اساسی آنها دزدی و چپاول نهادینه توسط اجده های سر فساد خامنه ای و رژیمش می باشد. از این رو درمان ریشه ای همه این بحران ها از جمله بحران برق، ریشهکنی این حاکمیت دوت سالار و ویرانگر و جایگزینی آن با حاکمیتی جمهوری ملی، دموکراتیک و مردمی است. محمد شریعت مداری و انجمن حجتیه شریعت مداری دیماه 91 در گفتگو با روزنامه اعتماد از مادرشاهی نفر دوم و مسئول تشکیلات انجمن حجتیه تعریف می کند و در پاسخ به این پرسش که شما عضو انجمن حجتیه بودید می گوید عضو انجمن به این معنا که مادرشاهی و دوستانش حضور داشتن نبودم اما در نوجوانی پنجشنبه ها هفش نفری می نشستیم و دعای فرج می و معلمی در همین زمینه های ضد بهاییت به ما درس میداد ولی اینکه این سازمان فعالیتش چه بوده خارج از بحث الان ماست به نظرم از نهاوندیان سوال بپرسید بهتر است جواد مادرشاهی نفر دوم و مسئول تشکیلات انجمن حجتیه بود و زمان ریاست جمهوری خامنه ای مشاورش در مقطعی مشاور بهزاد نبوی و یار شریعتمداری در اطلاعات نخست وزیری بوده است در وابستگی شریعتمداری مداری و یار قارش شجاعی برهان به حجتیه تردیدی وجود ندارد نهاوندیان هم که اکنون با محمد شریعتمداری مداری اختلاف دارند در زمان وزارت بازرگانی شریعتمداری مداری معاونش بوده است در واکاوی مادرشاهی و نقشش در دستگاه های امنیتی اول انقلاب به ریشهری دادستان و جلاد ارتش شریعتمداری مداری و یونسی نیز میرسید حجتیه و مادرشاهی در پیوند با خامنه ای ریشهری شریعتمداری مداری نهاوندیان کیس های واکاوی نشده ای هستند که هنوز هم شفافسازی نشدند. این جمله آزادی این شهر پردرد بود. جملهی که معنای رهایی از تجاوز نیروهای بحثی رژیم صدام را به این شهر می داد. شهر آزاد شد ولی برای همیشه مخروبه ماند. آیا تصور می کردید روزی مرام حکام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فساد در جنایت روی صدام حسین را سفید کنند؟ خورمشهر همیشه در جنگ بوده و هست. جنگ دیروز با صدام و جنگ امروز با حکومت جنگی که مردم بیگناه را به عنوان آشوبگر و اقتشاشگر میکشند به جرم داد زدن برای نان و سیر کردن شکم گرسنه فرزندانشان مردمی که سهمشان از هوا خاک شد برای تنفس پول نفتی که باید برای آبادانی کشور و این شهرها هزینه میشد خرج آبادانی لبنان و عراق شد خوزستان همیشه پر از درد و خون بوده و مردم آن دیار امروز زیر بار ظلم حاکمان جمهوری اسلامی کمر خم کردند خرمشهر بار دیگر توسط مردم شریف این دیار آزاد خواهد شد این بار از زیر بار جور و ظلم و ستم حاکمان جمهوری اسلامی یاد تمام کسانی که رفتند و برای آب و خاک و ناموز خود مردانه جنگیدند و پرکشیدند گرامی باد مردان واقعی آن روزگار سه خرداد روز آزادسازی خرمشهر گرامی باد خرمشهر آزاد شد دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار